نقش ما در انتقال حقیقت کلام خدا به دیگران چیست؟ عزیزان خداوند هرگز چیزی را به ما نمیده تا آن را فقط برای خودمان حفظ کنیم اگر حکمت است، اگر درک صحیح از تعالیم کلام اوست یا هر عطیعه دیگری که وی بنابر دانش الهی خود به ما عطا فرموده است او ما را تشویق به شریک نمودن با دیگران میفرماید. دوستان خداوند ما عیسی مسیح در انجیل متا فصل 28 آیات 19 و 20 به ما امر فرموده است پس بروید و همه ملت را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفته ام انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم آمین دوستان عیسی مسیح همچنین قبل از صعود خود به آسمان به شاگردان خود فرمود اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود اعمال رسولان فصل یک آیه هشت بل عزیزان ایسای مسیح به طور بسیار قاطع و روشن به شاگردان خود فهمانید که آنها نباید حقایق یاد گرفته خود را از او تنها برای خودشان حفظ کنند عیسی مسیح به شاگردان خود امر فرمود تا هر آنچه را که آنها از استاد، خداوند و منجی خود دیده و یاد گرفته بودند با دیگران در میان بگذارند پولس رسول هم به شاگرد خود تیموتائوس پند داد تا حقایق آموخته خود را از وی و کلام خدا به دیگران نیز بیاموزد تا آنها هم آن تعالیم آموخته شده را به دیگران منتقل کنند در دوم تیموتائوس فصل دو آیه دو میخوانیم سخنانی را که در حضور شاهدان بسیار از من شنیده ای به کسانی بسپار که مورد اعتماد و قادر به تعلیم دیگران باشند آمین عزیزان پولس رسول همچنین در دوم قرنتیان فصل پنجم آیه 20 ما ایمانداران به عیسی مسیح را سفیران خداوند معرفی میکنه این آیه میفرماید پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و گویی خدا به وسیله ما شما را میخواند پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما التماس میکنیم با خدا مصالحه کنید آمین عزیزان تنها وظیفه یک سفیر بازگو نمودن خط مشی و تصمیمات فرستادگان وی به مردم کشوری است که بدانجا برای خدمت ارسال گردیده است دقت بفرمایید تمامی ما ایمانداران به عیسی مسیح در قبال کاری که او برای بخشش گناهانمان و دریافت حیات ابدی بر روی صلیب جلجتا انجام داد به او مدیون هستیم ما وظیفه اخلاقی داریم تا شخصیت راستین عیسی مسیح و حقایق تعالیم او را به تمامی مردم جهان اعلان نماییم دوست من ما همواره در حال پیام رسانی به انسانهای اطرافمان هستیم چه زمانی که صحبت می کنیم و چه زمانی که صحبت نمی کنیم ما همواره در حال پیام رسانی به انسانهای اطرافمان هستیم چه با اعمالی که انجام می دهیم و چه با اعمالی که انجام نمی دهیم بنابراین می بایستی حقیقتاً و با وجدانی پاک واکنش های خودمان را در قبال آموخته خود از کلام خدا شخصیت راستین ایسای مسیح کاری که او برای ما انجام داده و کاری که در حال انجام دادن است را سنجیده و ارزشیابی کنیم آیا ما حقیقتا آموخته خود از کلام خدا را در زندگی روزانهمان به کار میبریم، آیا وقتی حقیقتی را در کلام خدا می آموزیم، زندگی خودمان را با آن حقیقت مطابقت می دهیم ؟ آیا ما در حال شبیه مسیح شدن هستیم ؟ آیا ما از موقعیت که خداوند برای معرفی او به دیگران؟ به ما می دهد به خوبی استفاده می کنیم؟ چه عاملی مانع یادگیری من از حقیقت کلام خدا شناخت صحیح از عیسی مسیح زندگی در راستای خواسته او و انتقال آموخته هایم از او و کلام خدا به دیگران در زندگی من وجود دارد آری عزیزان اینها سوالاتی هستند که باید حقیقتا و با وجدانی پاک به آنها پاسخ بدهیم و به یاد داشته باشیم که خداوند هرگز چیزی را به ما نداده تا آن را فقط برای خودمان حفظ کنیم بلکه آن را برای جلال نام عیسی مسیح و معرفی شخصیت راستین وی با دیگران شریک شویم جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما